درود دوستان عزیز، ارسلان هستم، کانال شان یوکی. با یاد و نام آقامون مولامون زکریا شروع میکنیم. نوبتی هم که باشه نوبت عرقگیری با زودپزه، ولی به هیچ عنوان توصیه نمیکنم. چرا؟ چون که یه خورده خطریه، ولی با نکاتی که بهتون میگم اگه رعایت کنید خطرش به شدت پایین میاد و آسیبی بهتون نمیرسه. اولین نکته ای که در مورد زودپز باید رعایت کنید اینه که سوراخ ها رو حتما باید گشاد کنید. با مته 10-12 حتما این سوراخ ها رو گشاد کنید و همون سوراخ های نرمال زودپز به هیچ عنوان نباشه. چرا؟ چون که کیپ میشه و مثل یه بمب عمل میکنه. حالا این دوستمون که کیپو برای من فرستاده یه سوراخو کیپ کرده، یکی رو باز گذاشته. من پیشنهادم اینه دوتا سوراخ باز باشن و اینجوری باعث میشه که زودپزتون کیپ نشه و خطر کمتری داشته باشه. بعضی از دوستان هم میان سوراخ دوم و حالت دماسنج از این درجه ها میذارن، اونو هم پیشنهاد نمیدم. من به نظر من دوتا سوراخ آزاد باشه و حتما اونا رو گشاد کنید. از این که بگذریم، مرحله دوم وصل کردن لوله به این سوراخ هاست. حالا اینجا یه دونه لوله هست، شما باید دو تا لوله داشته باشید و لوله رو هم همون لوله 10-12 عالی میشه و به وسیله جوش آلومینیوم اونو به زودپزتون جوش کنید. یه حالت خمیدگی هم داره، این خمیدگی واسه اینه که شلنگتون اینجوری تا نشه. اینو هم حتما یه خم بهش بدید که خیلی راحت تر و بهتر عرق میاد بیرون. از طرفی هم باعث میشه که این شلنگ سیلیکونی در ادامه خم نشه و اینجوری حالت منحنی مانند میاد پایین و دیگه به این صورت خم نمیشه. و دنباله این لوله که هم میتونه آلومینیومی باشه هم مسی، باید شلنگ سیلیکونی بزنید. حتما شلنگ سیلیکونی استفاده کنید. اگه شلنگتون سیلیکونی نباشه بوی بد میگیره عرقتون و ناجور میشه. یه خورده نوار تفلون بزنید به لوله و به وسیله این بستای گازی که به اسم گازی من میشناسم اینا رو قشنگ محکم کنید. خب بعد از اینکه شلنگ سیلیکونی رو گذاشتید، حدوداً حالا بستگی به فضاتون داره، میتونید نیم متر، یک متر از این شلنگ‌های سیلیکونی استفاده کنید. بعد باید کندانسور رو بهش وصل کنید. کندانسور هم حتما لوله مسی باید باشه. اگه آلومینیوم استفاده کنید عرقتون زیاد جالب نمیشه، بوی بدی به خودش میگیره و همچنین اون خنک کنندگی و اون شفافی رو نداره و ممکنه رنگ عرقتون کدر یا حالت آبی مانند اینا باشه. بازم این سر کندانسور به این صورت، چون شلنگتون بزرگتره، یه خورده این لوله مسی رو باید بزرگتر کنید، گشادتر کنید که این شلنگه کاملا بهش بخوره و باز به وسیله نوار تفلون و دو تا بس اونو کاملا میبندید. خب حالا شما دو تا شلنگه دارید، اینجا باید یه حالت دو راه به یه راه استفاده کنید، یعنی یه دو راهی بزنید که دوتا شلنگ که میان اینجا به یه شلنگ تبدیل بشن، یعنی بیان به این لوله مسیه برن. در مورد طول این لوله مسی که البته فکر کنم دوستمون از لوله آلومینیومی استفاده کرده، 3 متر تا 5 متر باشه عالیه. همون لوله، حالا اگه بتونید 8-10-12 هم انتخاب کنید که خیلی بهتره. هر چقدر طول لوله مسی بیشتر باشه خنک کنندگی بالاتر میره و اون عرقتون درصدی رو که بهتون میده خالص‌تر نشون میده. در ادامه لوله مسی باز یه شلنگ سیلیکونی استفاده میکنید به وسیله بست و نوار و تفلون و تمام شد. حالا بعضیاتون تو خونه از این زودپزا دارید، فرقی نمیکنه، زودپز زودپزه، ولی در کل عرقگیری به وسیله زودپز رو من زیاد پیشنهاد نمیدم. این کیپ هم فقط جهت کسایی گذاشتم که وضعیت مالیشون یه جوریه که نمیتونن دیگ رو تهیه کنن، وگرنه بهترین دیگ برای عرقگیری دیگه استیله و این لوله های آلومینیومی، این چدن ها زیاد جالب نیست و یه ضرر جزئی داره، ولی خب من وظیفه‌مو عمل کردم بهش و قولی رو که بهتون داده بودم اجرا کردم. دوستتون دارم، عاشقتونم، دنیا دنیا کوچیک شما ارسی جون. یا حق.